سلام، خیلی خوش اومدی به مدبس. میریم سراغ ترک یخ از زد بازی، با ما همراه بشین. خب آقا، امروز میخوایم به ترک یخ از زد بازی، یعنی با هم گوش کنیم. مسلما شنیدیم این ترک رو، با هم گوش کنیم و فکتاشو در بیاریم. چرا؟ چون که خیلیاتون کامنت کرده بودین برای ما که به ترک دیگه تابلو دیگه شده, تابلو شده فدایی ما ریاکت کنیم. واقعا من ترک دیگه تابلو شده نشیدم، خب ولی ترجیح دادم که چون اون ترک در جواب ترک یخه، ما اول یخو با هم یه بررسی کنیم و فکتاشو در بیاریم که بعد که فدایی میاد جواب زد بازی رو میده، یعنی جواب این ترک میده، اینجوری بهتر باشه که بتونیم فکتای اونم بعدش بگیم. زمین که البته یخ زد بازی هم درخواست داشته، ولی خب دیگه تابلو شده است. کلا فدایی خیلی درخواست داریم. ما به زودی بیف حسین و فدایی شروع خواهیم کرد طی یکی دو روز آینده، ولی فعلا به عنوان شروعش میریم سراغ یخ و بعد دیگه تابلو شدی. یه بیفه در واقع که تقریبا فکر کنم یک ساله حدودا، یه هم چیزهایی که داستان این یخ و حالا یا دیگه تابلو شدنم که مسلما همتون میدونین، همون حدود یک سال خورده پیش که داستان شد که حالا پیج اینستاگرام تتلو بچه تتلو افعیو داد، همزمان اومدش زد بازی هم ترک یخ و داد بیرون که دیس به هیچ کس و ملتفت بودش. بعدش فدایی میاد اون یکی ترک رو میده در جواب به زد بازی. بریم سراغ آهنگ. قبلش اگر تازه با ما آشنا شدین، میتونین کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلشو بزنین که ویدیو جدیدمون از دست ندین. کلی فضای مجازی من و آنایتا رو با هشتگ مدبس میتونید پیدا کنید. آدرس سوشیال مدیای ما هم فیسبوک، اینستاگرام و توییتر این زیر هست، اگه بخواید میتونید راحت‌تر به ما دسترسی داشته باشید. خب بریم سراغ آهنگ. بریم. قبلش هم که فقط این که این ترک تقریبا بعد از 6-7 سالی که زد بازی با هم نمیخوندن، یعنی در قالب زد بازی با هم فعالیت نمیکردن، اومد بیرون به همراه بچه مهر که خب اینو بیتش رو مهراتیدن ساخته و اینکه حالا کاور کارم یه گورخر معروفی که دیگه اصلا کلی صدا کرد و فلان اینا. بریم آقا گوش کنیم. برو بریم. روزه ها رو نشمردم، زاخ و پاییز نیست، سختی ها رو رد کردن، ترقی آسون نیست، روشن فکر رو افسردن، قور میزنن یه ریز، آخرش هم گوه خوردن، یکم یخ برون بریز. اول که چه کوئس باحالی با این کوئس شروع شده، چرا خفم بود کلا. بعد چقدر وای به آلبوم بزرگ خود مراتیدن داره، یعنی قشنگ همون حس اون آلبومو داره. هیدن تو این کار از پرودوسر قشنگ مشخصه، قشنگ حس حال آلبوم خودشو داره، آلبوم بزرگ داره. الان داره همه رو میزنه دیگه، از این که دیگه کوئس کار زده همه درشم گوه خوردن، یکم یخ برون بریز. وقتی استارت زدیم اینجا در رو ساختن، پر پیچ و خم بود، پر دزد و راه زن، منت نمیذارم، فقط خواستم بدونن که کی اینجا در رو سیف کرد و صاف کرد. شاید بهترین سالامو سوزوندم، ولی صدا زیر زمین رفت بالا تو سکوتم. بهترین سالا که اصلا سامان نبوده که بهترین سالامو سوزوندم. کجا سخمون نبوده؟ یه صدای زیر زمین رفت بالا تو سکوتم. و هم تو سکوت کردی شاید رفت بالا. نظرم اینه بقیه اون یکی خوب بودم، ولی تو کار خاصی نیدم. بهترین سالامو سوزوندم، ولی صدا زیر زمین رفت بالا تو سکوتم. ویلسون آدم جاهای سخته که خاکشو خورده و دادگاشو رفته، میبردنم تو امنیت ملی، تو رو نگرفتن چون یه شخصیت چرتی، اما حالا توی وضعیت فعلی من تبریک دارم و تو تسلیت هری. پدر رب بودی و پیچیدی در رفتی، وای نستادی پاش پدری نکردی، هیچی نبودی الانم کسی نیستی و بس، بچه تو بزرگ کردیم شده چیزی که هست.
اوه به چیزم زد خلصرم داره میگه منظورش چی بچه دو بزرگه رپو داره نه رپو داره میگه دیگه میگه که پدر رپ فارس رو ازش کاری نکردی یعنی یه جورایی هم قبول داره که آقا تو پدر رپ فارس هستی به این سروش داره میگه چیز نکنه ولی خب داره میگه هیچ کاری ازش نکردی شاید منظورش اینه که خیلی کمکار بودی یا کار خاصی توی این مدت نکردی خب کلن هیچ کس کمکاره خیلی حالا بله اونجا که میگه بچه تو بزرگ کردی آره منظورش اینه تو که پدر رپ هستی واسه کاری نکردی ما بچه تو بزرگ کردیم رسونیم به این ولی ستون گنگ هم میشه گفت ستون رفتی نداره زاخ و پاییز نیست پله ها رو رد کردم ترقی آسون نیست این انتلک ها افسردن قور میزنن یه ریز اینجاشو خیلی دوست دارم این انتلگا افسردن غور میزنن یه ریز و اول که داره کاملا بچه های ملتفت میگه راست میگه همش مینالیم چه نکنیم انتلگا افسردن غور میزنن یه ریز آخرشم بد سوختن یکم یخوشون بریز شروع کردیم کل داستان ما پس دیگه رخ نگی جلوم کاسپاروف خان میام توی این بازی من با چارت استاد آره یه گری بود و تشکار را افتاد فاز خیلی کاسپاروف هم که رخ نگی جلوم کاسپاروف خان قشنگ استفاده کرده اینا رو آره بازی من با چارت استاد آره یه گری بود و تشکار را افتاد فاز خیری میان همش دروغه تشن اینا رپرن یه فعال حقوق بشن اگه خدافزی هم کنی سری به جات باید بیاد رپ کنه مسیح علی نژاد نه وای چقدر خوب میگه اینجا را خوب به خود هیچ کس داره میگه قشنگ بابا میگه اینا رپر یا فعال حقوقه و حالا خانومش که رپر نیست نه میگم خانومش در واقع دو چیز بود که تو این فاز بود که سروش اصلا فاز هیچ کس اون عوض کرده ولی کلا اینا که به خانومش نگفتن دارن خود هیچ کس میگن که تو رپری یا فعال حقوق بشر اگه تو بخوای مثلا رپ نکنیم کم کم فکر کنیم باید مسیح علی نژاد بیاد رپ کنه البته من اون داستانم که حالا کلید کردم به تتل و پیجشو ببندن خیلی مثلا فکر نمی کنم سروش هیچ کس باید بره سمت این کار چون حالا اینم من موافق نبودم ولی خب این به اون تیک انداختی بزیم کنی سری به جات و بیاد رپ کنه مسیح علی نژاد نه نمیخوام بزنم به دختت لطمه ولی اجرا گذاشتی یا که مجلس ختمه صبح را جمع شدم باز دور تا دور زد اومد تعطیل کنین فورس ماژور پر فاور بس دیگه نق زدم ول نمی کن چه قافیه باری فورس ماژور پر فاور آره اسپانیشم خوبه کنین فورس ماژور پر فاور بس دیگه نق زدن ول نمی کنن تا همه رو دق ندن میگن رپ فقط اعتراض روشونو برم من اوضاع خوب شه که باید دکونو ببندن دویدم دویدم روبانو بریدم گستاخ و پر رو آدم گویم کت باز را میرم یه نمه اوریبم جلو دهنتو بگیر انگا کوویدم ما رولامونو قبلا شاقیدیم شاخا رو شکوندیم آجا رو ساییدیم عشق استادا استیلو که دیدیم پوستشو کندیم هستشو جویدیم تو نه شری نه شاگر اول نه تنبل بودی و نه اهل دفتر الان مبصر شدی گیر میدیم دن یه جا بچگی دست کن مبصر شدی گیر میدی عمدن فکر کنم همینه که مثلا فازینی برشی تو بزرگتر کلاسی و مثلا رفتی به تطلیو آره دیگه که گیر داری به تطلیو این کار رو بکنی این کار اشتباه اصلا همین که یهو تو اومدی گفتی که این کار اشتباه بوده و پیگیر شدی و کنه تطلیو بسی به اون داره میگه بعد توی رفرنس خود مبصر رو تو تطلیو هم تو ترک افعیش رو برده بود که اگه مبصر نبود چی یادم نمیادش ولی یادمه که استفاده آره این مبصر رو استفاده کرد بعد تو افعی بک کار میبینی که هیدن ساخته چقدر خوبه آره بکش اون ورس خودش بکش گیتار داره بذار بزن قبطه که دیدیم تو نه شری نه شاگر اول نه تنبل بودی و نه اهل دفتر الان مبصر شدی گیر میدیم دن یه جا بچگی دستکاری شدی حتما یخ کو تو این فرصت تلایی نداداش یک قرون تجیب نداری زاخا واگون و اشتباه سواری پس گو نخور اگه اشتباه نداری
جوده ها رو نشمردم، زاخ و پاییز نیست، سختی ها رو رد کردن، ترقی آسون نیست، روشن فکر رو افسردن، قر میزنن یه ریز، آخرشم گوه خوردن، یکم یخ برون بریز. شهر داره میره زیر سایه، سفی نمون اومد، بیا جلو اکی داره آره ندیدم تو شهر. کار زن زاخارت نداره نداره، کار زن زاخارت نداره، کار خودمونه نداره، این شاخلکی یا همونسو قیبت هایه. میگه این شاخ الکی هم واسه غیبت هایه. فکر کنم که داره میگه که چون ما یه مدت نبودیم و حالا کمکار بودیم و یاد به طور جداگانه کار کردیم، نه حالا چون مثلا ما کم رنگ بودیم به یه شاخ شده. دقیقا داره این شاخ الکی هم واسه غیبت هایه. مارکت داره باز میکنه. دوست دارم وقتی بورس میره والا، بد اخلاقم لوس میشه، حالا لخ میشه میگه موسی والا، ولی وقت ندارم بیار جوسم و بابا. آره بابا کس خور توی لش بازی منم، خوش برخوردم ما نشناسی انم، این ور اون ور سنگا رو سر منم، شوس میرم شده صد تا میزنم، سی جلم اون چت قدیمه قبل اینکه بشه پدیده، یه کمی مریض خوره همیشه جدید، زبون ریش دریده، یارو یه رو میاد میگه عوض بلا، یه روزم چاو بلا، شکل عوض میکنه انگاری والماس کس، همش حف از انسان حقوق یکسان، پس چرا خودش تو دوران شامپانزه است. یکی از اولین جاهایی که من شنیدم که سیجل دیس میکنه، بازم مستقیم نمیزنه، یعنی کلی داره چرا گرم به هیچ کس گفت میگه، ولی بس بیشتر خودش داره رجز میکنه. البته اول شروع ورسش هم میگه که حرف فکر میکنم، فکر کنم یه چیزی گفتش که فکر کنم مثلا من خوش اخلاقم میان جلو میبینم بعد بشم انو. آره دیگه، ولی هیچ خاطی دیسا نیست کلا. الانم احساس میکنم خیلی مستقیم بیشتر خودش داره، ولی با آره دوستش دارم. حقوق یکسان، پس چرا خودش تو دوران شامپانزه است. اینا مستقل نیستم، فقط بیور زن، میترسم یه چی بگم منم یه هوری پرچم. مستقل نیستم خیلی دوستش دارم، چون اونا مثلا میگه ما زیر زمینه آره. مستقل ملتفت کار میکنیم آره. این داره میزنه ریپورت هم که میگه میدونی این لفظشو من کلا این لفظی که ام جی بیشترم توی زمانه که داره دیس میده این استفاده که کی اومده ها، بعد اینجا نمیگه کی اومده ها، میگه بیا بینم خودش نیومده یارو بعد بیاد جلوش. اصلا طرف داره اصلا طرف داره سلام امجای نیستم بقیل نیستم، فقط بیور زن، میترسم یه چی بگم منم یه ریپورت شم، نوچه ها تای تش لات کوچه بغلی هن، یکی بره بهشون بگه الان تو چه محلی هن، چون این انتلکت ها تنگ فکر را رپ و کنه زنگ، انشا نمیدونه زیر زمین نمیمونه لنگ امزا. اینا رپو کردن زنگ انشا، اشاره به همون ترک چیز داره هیچ کس کلن کارهای اخیر هیچ کس شده آره. که با اینکه کار قوی بود ولی میگفتن که چیزه مثل انشا، سنگه مثل انشا داره میخونه، فکر کنم به همون میگن رپو کردن زنگ انشا سنگین شده دیگه، میستریم نیست مثل اینا. آره آره خیلی ولی خب مخاطب خودش داره 100 درصد، من که دوست دارم نوشتنشو خیلی. زنگ فکر را رپ و کنه زنگ انشا، نمیدونه زیر زمین نمیمونه لنگ امزا، اینجا همه همو میزنن و جنگ انگا، نمش نشناس فیت شده رنگ چشما، به میگه خیلی شدی فاسد و ردی، کاسب و ستی باشه تو مردی، خب اصلا نمیگیره حاجی فاز تو هرکی، شاعر قرن بابا حافظ و سعدی. این اونجا که میگه چی نمک فیت، همون داستانی که فیت داده با این داده بوده، با هیچ کس داده بوده، یه اشاره به اون داستان داره اینجا هم که حافظ سعدی داره بسته که فلسفی شدن تو هرکی، شاعر قرن بابا حافظ و سعدی،
فلسفی شدن ارازل کدی در حدی نبودن برم مراحل بعدی نه. یه مش بی سواد هرز علاف اومدن میخوام به ما بدن درس اخلاق جوجه ها رو نشمردم زاخ و پاییز نیست سختی ها رو رد کردن ترقی آسون نیست روشن فکر رو افسردن قول میزنن یه ریز آخرشم گوه خوردن یکم یخ برون بریز اینترو آترش عالی بود. من اینتروش تو موزیک عالی بود هم. کلا بیتش خیلی خوب بود. مهران دیدن تو برنامه. من یه کردیت خیلی ویژه اینجا میدم به هیدن بابت این کلا تو کار خوب بود. کارش خوبه من. و میدونی واقعا این ترک یکی از دیسترک ها خوبه دیگه. خدای همه چیش خوبه. همه چیش به جا بود دیگه. یعنی به نظر من ورسا همه عالی بود. مثلا من داشتم فکر می‌کردم که انتخاب کنم که ورس کدومشون بهتر بود یا چیز سر. همشون خوب بودن. همشون به جا پانچلاین خوب داشتن. ولی ورس سوراب رو من دوست داشتم. همیشه توی این دیسترک ورس هیدن رو خیلی دوست داشتم. کلن تو این کار. خب این دوتا کلا خوب دوست داشتم کارشو میگم وایب همون چیزو داشتش برای من آلبوم بزرگ خود هیدن رو داشت همون فضا بود به نظرم آخه تو چون آهنگسازی کار هیدن دوست دارین خیلی به دلتم بیشتر نشستش آره نه این اصلا فضای کار همون شکلی همون بود خیلی خیلی هیدنی بود فضای کار موفرد. ولی خب باحال بود دیس تمیز باحالی بود و ورسا هم که خفن و باحال بود و اونجا خیلی مشخص بود یعنی نیازی به این که هی پاز بزنی بگی آی اینجا رو این گفت اینجا رو این گفت نداشت چون کاملا دیس به یکی رو ملتفت بود و یک دو جام که یعنی کلی زد که به بچه های ملتفت که مندش فدایی و قاف و اینا بودش و کلی به اونا زدن حالا جالبش اینجا این اون موقع که اومد ترکون یعنی آره. گفتن عجب دیسترکی که واقعا خوبه دیگه همه چیش خوبه نمیتونیم بگیم خوب نیست و اینا منم همه رو گوش میکنم و حال میکنم واقعا حالا اونجایی هم که میگم شاید مثلا یه ورس رو دوست نداشته باشم یه ورس رو دوست داشته باشم طبیعیه ویدیو بعدی میریم سراغ فدایی منتظر باشین دمتون گرد داخل ویدیو با ما بودین نظرتون لطفا برای ما این زیر کامنت کنی اگر نکته‌ای بوده که ما بهش اشاره نکردیم یا شما نظر متفاوت دارین حتما ما به اشتراک بزنید زیر این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله رو بزنید ویدیو جدید ما رو دست ندین هشتگ مدبس رو فراموش نکنید در کلیه فضای مجازی ما رو میتونید اونجوری پیدا کنید راحت و در نهایت هم سوشال مدیا آدرس اینستاگرام فیسبوک و توییتر که به راحتی و مستقیم میتونید با ما در ارتباط باشین نکته خاصی دارید دوستتون داره مواظب خودتون باشین شب و روز لاکچری براتون آرزو می‌کنم خدا نگهدار